کاپ آقا خوش اومدید به کانال ورنال. ما اومدیم با یه آهنگی که بعد یه نفری که من خیلی دوستش دارم بعد با آهنگ میتیکومان از پوریا پوتا. ببین من و همینطور علی مجیدی آره. از دفعه قبلی که من آهنگ پوریا پوتا رو گوش دادم به اسم دنیای جدید که میتونید اینجا نگاهش بکنین، من عاشق این پوریا پوتا شدم. اینقدر که خوشگل میخونه و فست میخونه، من دوست دارم این مدل رو. یکی چه دوریه هیچ یعنی مدل دوست نداره. حالا ببینیم چی میگه آقا. اگه اینجور ویدیو خوشتون میاد حتما لایک بزنید. اگه طرفدار پوریا پوتا هستی که این همین کار میزنید شما هم لایک بزنید. نظر در مورد خود آهنگ، در مورد نظرات ما، پیشنهاد دارید در آهنگای دیگه از پوریا پوتا که حتما پایین ماینا بزنید. آره بعد همین که این ویدیو رو دوستاتون شیر کنید همه با هم دیگه حال کنیم. بله برو بریم اینو بذاریم اینجا. خب یک دو سه برو. ببین هی میگفتی خودت شو، ما خودتو میخوایم، خودکشی رو میخوایم. بیا اینم خود واقعی پوریا پوتا. وایس قبل اینکه شروع کنه خودکشی اسم یه آلبوم بشه. آلبومش آلبومش خودکشی بچا دوست دارن حتما میریم. رو کاورش هم نگاه کنی انگار یه دختر است که لباس نظامی پوشیده و سلام نظامی داده و همینطور انگار نقشش نقشه عراق. حالا مطمئن نیستم، یه سوری است، یه من سوری است. آقا اگه دوست داریم ما قفلی بزنیم رو پوریا پوتا بزنید تو کامنت ها. لایک لایک خیلی مهمه. به جز چند خط رب ارزی ندارم، شنونده فرضی ندارم. اونایی که تو ایران به دنیا اومدن از آینده ترسی ندارن. جل آتوسات و فکل بگا اون بچه بسیجی تو بکنه امام. تخمم اون موشک بخوره به ما، اسم ما رفته تا کره ما. بله بله میگه تو خواهی اگه این موشک بخوره به ما، یعنی اما لعنت ما دهن مور سریسی. انقدر گفتی آقا امنیت پمیت نزنیم، ما مثلا خیلی قویم کسی ما رو نمیزن اون حرفا. بزن پدرمو در بولی یعنی دسته چیه گمیه که آقا اونایی که تو ایرانن ایران به دنیا میان هیچ ترسی ندارن. بله واسه اینقدر مادرشون یا یه ما دیگه ترسیم خوشگلی تو خوشگلی. که بعد شاهین رفی گفت اسم شاهین رو که من تو توی سیاسی خونه آقا بشونم. به به دو تا حرفه‌ای، من دو تا رو عاشقشونم. تو بک‌گراند صدای آژیر خطر میاد که مثلا وقتی بمب ورین شده هستن میذارن. بله یه چیزی هم گفتشان گفت آخونا دولا بشورم یا بشونم اینم بنویسید چون متن آهنگو من هر چی هاشم پیدا نمیشه. آره مثلا متن براشن رو صفحه این شاهینشون و فلان. نیمدم بالا تو این سبک من با کمک هر کی، من اونیم که تو این 10 سال آهنگ داده تو هر سبکی. اونی که الگوهای زندگیش بی آی جی و تو پاک نی، اونی که نخواه آخر سیگارش بالای گوششه و تو پک نی. میشناسنم از مقدار تا نهج البلاغه و پونک، اونی که با آهنگاش همه دشمناشو برده طولک. شاید یه تیکه نداخت به همه اون رپ قدیمی ها که با فوتک شروع کردن. نه حالا میگم از آقا درسته، ولی من مثلا من حالا آره حالا شما دوست دارین مثلا با اصلا عشق پوتک اینو این حرفا پوتک توپک اینو این حرفا توپاک در واقع، ولی من اون مدل نیستم. من حالا همینجوری توی سبک خودم، اول تو همه سبک خوندم. آره همه توی سبک نظر به غیر رپ خونده؟ نه من از اون سبک مختلف رپ مونده اجتماعی سیاسی. آره و اینکه میگه آقا من خلاصه این مدلیه، من مثلا یه چیز جدایی هم از خودم. نسل سه پیامبر رپ یا کسکش کوچک، یکی از اون دور میگه این کیه اون یکی میگه پوتک. اومده قاتل بیت رپر متجاوز بخور قصه حامل کی، کلمات جوری شلیک میشن نیستش قابل دید. میخونم تا لحظه ی آخری که پا بده بیت قاتل دین آخوند قاتل دیف خائن پیر. میخونم من تا به اوین انتقام سه کشتن خودی بود جالب این دیگه هر رو واسه خبر مرگ آماده این. گفت آخوند نه قاتل دیف. کدوم آخوند؟ بعد خواهدم گفت من قاتل دینم، بعض اومرم گفتش من پیامبر رپم. آره بچه ها یه ذره سخت قضیه چون ما تیز نداریم. قام سه کشتن خودی بود جالب این دیگه هر رو واسه خبر مرگ آماده این. به خودش ایمان داره میگه تو منطقه 20م مثل آمریکای عوضی تروریست نیستم. از این به بعد اگه این روزه میگم شب از این به بعد اگه خدا هم باشید من یکی آتئیستم. دور بر بار پلیس تو بیای بیرون حرف پس گذر اشکا برو شلیک میکنم به طرف من هدف اونا کشتن ما انقلاب هدف من زن و مرد واسش مهم نیست پلیس بی شرف. اوکی میگه واسه زن و مرد واسش مهم نیست چی پلیس بی شرف هدف نه چی انقلاب واسه ما مثل آمریکا تروریست نیستیم. آره بعضی وقت گفت من آتئیستم و آره میگفت نه اینا نه چی خدا، ولی من کل اگه شما نم چی من مثلا آتئیستم. بیشتر رو خودش میگه در مورد شخصیت اینجوری چیزا دوستش تو اونا کشتن ما انقلاب هدف من زن و مرد واسش مهم نیست پلیس بی شرف پس یه هولم کن از انتقام پرم کن یه مهره سوخته رفت دستم و بگیر و از جا بلند کن
نداده امان الدین بلند بگو بلا بدین بنزین سه تومن صف آیفون 11 شلوغه تو علاء الدین اوه یه بلند بگو بلا بدین خب بعد یه بنزین که سه تومن زدم قدیم بود الان که نمیشه و از اونور میگه صف با اینکه همیشه گرونه صف آیفون 11 نم زیاده تو علاء الدین با فضل الدین رو میگه من این بحثی بچا اگه لطفاً این مد داریم واسه ما بنویسید یعنی تو کامنت بذارید ما حالا اگه یکی برای شاجون هم بهتون حرف زد ما خودمون کپیش می‌کنیم سریع می‌ذاریمش اونجا هر جا تونستید تو اینستاگرام یا اینجا فرستید تو کامنت بذارید اصلا نرفتم میزنن تو سرم و تنم و بدن ندارم من جایی که کبوت نباشه بلند میگه برادر نسی درصد مردم تو خارج از مرز و پناهندم بقیه چند بدون بده سر حال فرار هستن یه اون بازی شه دست این آدم و یه عوضی نمیشه فهمی دارن این آدم و خب چه قرضی باید فکر کنیم چیکار میخوایم بکنیم ما بعد از این چرا بازیش گرفته با ما زندگی لعنتی کسی از جانب خدا نسل نشده است افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند دو اندش هم گفتش که کلا این جمعیت 3% هم پناهندن داره به اون پناهنده اشاره میکنه میگه این زندگی لعنتی با ما بازیش گرفته آقا اصلا این حرفی که جدیدن هست نه خیلی وقت هستش نگاه دیگه این چه بازی هستش سر ایرانی بیچاره نیومده خب همه جور بغل سرش اومده بگین اومده اصلا تو این دو سال آخر سیل و زلزله و هر چی که بگین هر بلای طبیعی و فرطبیش اومده کلا زندگی ما بازیش گرفته فکر کن آقا مثلا ما اصلا بازی هر بلای مثلا دیدی بلش کن به امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند بزرگترین علمای دین منتقد این حکومت هستند با کدام زبان بزرگ اعلم مراجع تقلید شیعه باید بگوید این حکومت نامشروع است کسی که شرایط عدالت تدبیر برخورداری از رأی اکثریت را از دست بدهد حکومتش نامشروع است نیازی به عز ندارد منعزل است این سخن دینی است برای کسانی که به دنبال حجت‌های دینی می‌گردند خب نکن من فکر شیدم من فکر می‌کنم من این این آدمی که داره صحبت می‌کنه آخوندی داره صحبت می‌کنه رو اشتباه کردم سخنرانش دیدم فکر کنم پشت وایسته پشت تریبون بعد پشت چیزش قرمزه اگه اشتباه نکنم ولی نمی‌دونم که این قسمت از سخنرانشم یادم نمیاد ولی خب یه چیزایی یادمه این طرف از چه سمتی داره به میگه خب دقیقاً منظورش چیه ولی از اونجایی که میگه آقا بیشتر مراجع دینی علاقه نداره میگه آقا این دین این دولت بزرگترینشون یه بهتریناشون گنده‌هاشون بگم مثلا واسه اینکه خب چین خیلی از چیزایی که مثلا تو دینا گفتن و اینا اجرا باز نمی‌کنن درسته یه سری خیلی بد اجرا می‌کنن ولی یه سری هم اجرا نمی‌کنن که اونا بیشتر زورشون اومده که چرا اجرا نمی‌کنن مثلا قمه‌زنی و دولت مثلا ممنوع کرده بعد مثلا اون یکی یه سری فرقا میگن که نه بعد قمه‌زنی چیز باشه که بتونیم ما انجامش بدیم ولی تا اونجا که من میدم نه مراجع دینی اصلا دنبال اینجور چیزا نیستن دلیل اینکه اینا رد میکنن اینه که اینا خب دنبال اینه که از دین استفاده کنم مثلا اون جاهایی که دوستان رو از دین ور میدارن خب به دردشون میخوره دوستان که بزن سر مردم خب اینا حالا یا به اونا باج نمیدن یا اینکه مثلا اونا حالا شاید آدم خوبی هم نمیدن بیشتر مراجع دینی بیشتر اینه که دین رو بچپونن تو مردم نه اینکه بخوان آزادشون کنن اینا همه میگیرن نه بس حجاب آره. کنن آره ببین اینا کن دو طرف به درد نمیخوره آره. ولشون آره. در حال ریس او به روی سنپا گویا نپا ویس توی روستای دور دست همه گرفتن ایز اگه یکی از اون نگاه کنه میگه اینا کریزی هن تیما ایمون رو میدم واسه یه لحظه آرامشم 25 سال نشد بگه گه بخوابم تا حالا یه شب واسه از اینجا برم تا قبل از اینکه من کالا بشم آدم ها حتما باید بمیرن تا که قانه بشن بهش برسی مرسی خدا از اینکه هستی ولی در رو به مردم ما بسی اگه امام قدیم ها خونده جهیدن که پسی آتیست میشم بفهمم تو هم با اینا هم دستی دیگه اگه امام قدید آخونده جدیده خب که میفهم جنم با ما هم چی و با من هم مثلا این صحبت هم که میشم با تو بودنم چی کار کنم آره خب میدید چی منظورشیه نمیخوام اینجا دست سیاسو کنم ولی کیه که میگن آقا مثلا الان در حد امامت اون حرفا خودتون دیگه میدونید دیگه حالا به غرض اون یه جا اشاره کرد به اون اخباری که داشت رفته بودن از مردم خون بگیرن بعد سوزنا ایزی بودن همه ایزی گرفته بودن به اونجا هم اشاره کردش تو روستای دور حوصله یه بحث و یه فلسفی و نه ندارم من مردم ما فراموش کنن و همه بد و دادن جوری نشون میزنن پس گرونی بر اومدن ولی همه تو کفه یه لقمه نون رو در آمدن تا روزی که نفس و سینه سرباز وطنم من سرباز مردم کشور نه آخونده لجنم من این دولت کسی به شدت دنبال کفنم من ولی من رو به جلو بیتست دنبال هدفم من دورو برم پر آدم و یه نفم آخرن و منم سیاه میکنم فقط با قلم من برق و چشم پر هش شده و پر بدن من رق و زنده میکنم تو دلشون با هدف هم هدف نکن چند تا چیز اینجا نکته رو گفت یکی باز این چیزی گفتش که آقا با این که همه چی همه جا نشون میده آقا همه خوبن و راحتن ولی به پی نون شبن آره منظورش آقا مثلا علیکم تظاهر میکنیم که آقا مثلا تحریم ها روی ما تحصیل ناله ولی والا بعد مردم بعد دلار 27 تومن هم رفت 29 تومن هم رفت 27 آره 7 تومن خب مگه این حرفا دیگه نیستش که این یک آره. بعد دیگه بعدش چی
بعدش گذاشتیم تا آخر عمرم سرباز این وطن آخوندا هم اون چیزا. میگم من این حرفا رو میزنم سیاه قلمو من برقا سیاه میکنم ولی خب اصلا در نمیاد. و یه جا گفتش آقا اون قبلش من نفهمیدم اینجوری گفتش. گفتش که مثلا اگه مگه اینجوری میفهمم که تو هم به خدا داشت میگفت. گفت میفهمم تو هم با خدا همدستی. تو هم با اینا همدستی. خب مثلا همینم من آتیستم. آقا این تموم شد. خب فقط من نفهمیدم این علی مجیدی کجا بود؟ این همه کوتک بود. علی مجیدی کی بود؟ شاید علی مجیدی آخونده بودش یعنی عمرن. آه علی مجیدی بنویسی این علی مجیدی وسطش چی بودش؟ نکو این آهنگ فوق العاده سیاسی سنگین بود واسه همینم متن نمیشد پیدا کرد توی گوگل. خب توی حتی تلگرام من سم پیدا کردم هیچ جا نبود. بعد این اگه ببینید کو پرچم ایران روی سوریه من نگاه کنم. آره پرچم ایران روی سوریه کشیده اش ببینید این معنیش بوده چی این همه نیروهایی که سوریه هستن و ایرانی همینطورم که یه دختره هستش که حالا بهش نمیدونم کجایی بشه ولی مثلا لبنانیه سوریه‌ای کجاست اونش مهم نمیدونم که مثلا داره مثلا احتمالاً دیستراکشن و این صحبت‌ها داره صحبت می‌کنه. جالب بود هم خود متن آهنگ هم بیتش قشنگ بودش هم فضا سازیش هم جالب بود. دیگه از پوریا کوتک چیز دیگه ما انتظار نداشتیم با آهنگ قبلی که داشت شنیده بودیم و میگه آقا من اگه تو سبک سیاسی شاهین هستش نه من عقابشونم احساس میکنم که تا یه حدی داره برسه ایشون مگر اینکه البته شاهین مثلا یه ذره بیشتر تو چیز تو لفافه صحبت میکنه. آره. خب و یعنی اونم مثلا ادبی صحبت میکنه این خیلی روان. آره آره اینم اونم دست کم یعنی نداره ولی خب یه مقدار طرز گفتنشون متفاوته. به هر حال بچا ما که حال چنگ با این آره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید سابسکرایب بکنید با دوستاتون حتما شیر بکنید و همینطور زنگوله یادتون نره. بله فقط تو تلگرام شیر کنید فکر کنم اونجا مفید باشه به درد نمیخوره. خب یه جای دیگه شیر کنید. بعد بچا میگم که این لایک رو بزنید چون بفهمیم آقا این ویدیو دوستن. اگه این ویدیو لایک نخوره ما هم نمیسازیم ما وقت هیچ فوتک آره دستو نرکنه تا ویدیو بعدی.